أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، در روز دوشنبه نهم ربیع الاول پس از شکست مرگبار لشکر فیلی که به مکه حمله ور شد، موافق با 20 یا 22 ماه آوریل سال 571 میلادی، آمنه عروس عبدالمطلب مرد نامدار مکه و همسر عبدالله که چند ماه پیش چشم از جهان فرو بسته بود، پسر به دنیا آورد که پدر بزرگ او را محمد نامید. کودک نوزاد 4 از عمر خود را در بنی سعد سپری نمود تا اینکه فرشتگان از آسمان فرو آمده سینه او را شکافته قلبش را شستشو دادند. حلیمه که با کمال سعادت سرپرستی او را به عهده داشت، از ترس اینکه مبادا خطر متوجه جان نوه عبدالمطلب باشد، فوراً او را به مادر بازگردانید. آمنه برای آشنا کردن فرزند 6 با خیشان پدری، او را با خود به یثرب برد و در راه بازگشت در منطقه عوا بیمار شد و درگذشت. عبدالمطلب مهربان نیز 2 بعد چشم از جهان فرو بست و مسئولیت پرورش نوه‌اش را به پسر باوفایش ابو طالب سپرد. عموی کودک در رعایت و حمایت او از هیچ امری دریغ نورزید. محمد خردسال در کودکی مدت چوپانی نمود و در سن 12 در سفر بازرگانی شام عمو را همراهی نمود. در مسیر راه راهب مسیحی بعد از مشاهده علامتهای بر این نوجوان دریافته بود که او را شأن و مقام بس بزرگ خواهد شد، لذا عمو را توصیه نمود تا او را به مکه بازگرداند، نشاید که یهودیان به ماهیت او پی برده و به دو گزند رسانند. محمد ابن عبدالله از همان آغاز زندگی به کلی با سایر اطرافیان متفاوت بود.
هرگز به کسی دروغ نگفت و حق کسی را نخورد. از خیانت و درویی و مکر و حیله به کلی مبرا بود. حامی مستضعفان و بینوایان بود. از زشتی ها و شراب نوشی و فساد و فحشا متنفر بود. برخلاف دین و فرهنگ مروج در میان قومش، هرگز در مقابل بت سر تعظیم فرو نیاورد. مکه او را الصادق الامین می نامید. در 25 سالگی به پیشنهاد زنی خوشنام و پاک دامن به نام خدیجه، مشغول تجارت با مال ایشان شد. خدیجه که شیفته اخلاق، پاک دامنی و صداقت کارمند جوانش شده بود و سیمای مرد بزرگ را در چهره او مشاهده می کرد، او را به همسری خود برگزید. جوان نیکو سرشتی که با اخلاق والا و رفتار نمونه همه را شیفته خود ساخته بود، بینوایان را یاری می داد و بیکاران را بکار می گمارد. در مهمان نوازی سرآمد همه بود و در مشکلات روزگار یار و غمخوار همه. چون به 40 سالگی نزدیک شد به خلوت گزینی در غار حرا و عبادت و راز و نیاز با خدای واحد روی آورد. صادق الوعد الامین صلوا علیه. هر کار بزرگی نیاز به آمادگی ها و پیش زمینه هایی داره. به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که از بزرگترین اتفاقات تاریخ بشره، پیش زمینه ها و آمادگی هایی داشت. رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تنها پیامبر نوظهوری نبود، بلکه پیامبران گذشته به رسالت ایشون بشارت دادن و پیروان خودشون رو مطلع ساختن. اولین پیامبری که برای ظهور رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعثت ایشون دعا فرمود، ابراهیم علیه السلام، جد بزرگوار نبی رحمت صلی الله علیه و سلم بود. ابراهیم علیه السلام اون هنگامی که به همراه اسماعیل علیه السلام خانه کعبه رو بنا می‌کردند، دعا فرمود: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. ای پروردگارا، در این سرزمین، در این مردم مکه، از میان اینها فرستاده پیامبری رو از خود اونها برگزین. یتلو علیهم آیاتک، تا کتاب تو رو بر اونها بخونه، آیات تو رو بر اونها تلاوت بکنه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، و به اونها کتاب تعلیم بده، به اونها کلام تو رو تعلیم بده و حکمت، سنت خود رو به اونها تعلیم بده و روش خود رو به اونها تعلیم بده. و یزکیهم، و اونها رو تزکیه بکنه. انک انت العزیز الحکیم، چرا که شما بسیار غالب و بسیار با حکمت و چیره حکیم هستید. علاوه بر این، قبل از ابراهیم علیه السلام، عیسی مسیح علیه السلام به پیروان خودش به بنی اسرائیل اطلاع داد که من پیغمبری هستم از جانب الله که به سوی شما فرستاده شدن. انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة، من فرستاده الله تعالی به سمت شما هستم و تصدیق کننده اون چیزی که از تورات قبل از من نازل شده. و مبشرم به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، و بشارت میدم شما رو به پیامبری بعد از خودم که اسم او احمد است، صلی الله علیه و سلم. فلما جاءهم بالبینات، اما هنگامی که فرستاده ما با آیات واضح و آشکار به پیش آنها اومد، قالوا هذا سحر مبین، گفتن که این جادوی آشکار است. الله متعال در قرآن کریم در آیات مختلف اشاره فرموده، من جمله دو آیه که خدمت شما تلاوت شد و همچنین آیه 157 سوره مبارکه اعراف، که پیامبران گذشته، کتاب‌های آسمانی گذشته از بعثت و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم خبر دادند. در آیه 157 سوره مبارکه اعراف الله تعالی فرمود: اون کسانی که پیروی می‌کنند، اون پیامبر
امی رو، پیامبری رو که سواد خواندن و نوشتن نداشت، همون پیامبری که یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، همون پیامبری رو که در کتاب خودشون، در تورات، در انجیل او رو میابند، او رو بشارت اون رو، خبر اون رو پیدا میکنند. کتاب آسمانی، کتابهای آسمانی تورات و انجیل به فرموده الله متعال در این آیه از رسالت رسول صلی الله علیه و سلم و بعثتشون خبر دادن و بر عیسی علیه السلام نام مبارکشون رو هم ذکر کرد و این آیات و این روایات در کتابهای اونها موجود بود تا اینکه از روی حسادت و کینه اونها رو حذف کردن. وجود بشارت رسول صلی الله علیه و سلم در کتابهای تورات و انجیل اعتراف خود اونهاست و کتابهایی که در پیش اونهاست و پنهان کردن و نام مبارک احمد صلی الله علیه و سلم را از اون حذف کردن. همچنین مسیحیان و یهودیانی که مسلمان شدن و از کتابهای خود اطلاع داشتن و اعتراف کردن دلیل دیگری است بر اینکه در کتاب تورات و انجیل به رسول الله صلی الله علیه و سلم بشارت داده شد و رسالت اینشون رو خبر دادن به پیروان خودشون. سلمه ابن سلامه بدری میفرماید ما در قبیله بنی عبدالاشهل همسایه‌ای داشتیم که یهودی بود. یک روزی وقتی که تمام سران اونجا نشسته بودن و داشتن صحبت میکردن، من بچه کوچکی بودم و اونجا داشتم گوش میکردم. اونها روی به این شخص گفتن، به اون یهودی، وای بر تو، آیا امکان داره که روز قیامت بهشتی باشه، جهنمی باشه و ما عقاب ببینیم و یا پاداش داده بشیم به خاطر کارهای خودمون؟ او گفت بله به والله دوست دارم بزرگترین تنور دنیا برافراشته بشه، من رو داخل اون بندازن، در اون رو هم ببندن، اما روز قیامت جهنم رو نبینم، روز قیامت نزدیک جهنم نرم. ما گفتیم چه نشانه‌ای برای جهنم و بهشت هست؟ او گفت به زودی پیامبری از طرف این سرزمین مبعوث خواهد شد و با دستش اشاره کرد به سمت مکه و یمن. مدینه در شمال مکه قرار گرفته و مکه و یمن در جهت جنوب مدینه قرار دارند. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، ما به او ایمان آوردیم، اما او کفر ورزید و پشت کرد. ما به او گفتیم مگر این همون پیامبری نبود که تو بشارت داده بودی که از این سرزمین مبعوث میشه و ما به اون ایمان آوردیم، تو چرا ایمان نمیاریم؟ گفت این اون شخصی نیست که مد نظر من بود و این اون فردی نیست که من از اون خبر دادم. حسادت و کینه اونها باعث شد تا این رسالت ها و مژده ها رو قبول نکنند. اما الله متعال در امت های گذشته توسط پیامبران گذشته به رسالت آخرین پیامبر، به فرستاده شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و به بعثت ایشون اطلاع دادن و دنیا منتظر بود تا پیامبری برگزیده بشه، تا پیامبری مبعوث بشه و رحمت الله نازل بشه و دلهایی رو که مانند صخره های کوها سنگ شدن و سفت شدن و سخت شدن دوباره نرم بکنه. همه پیامبران گذشته در مورد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر خاتم، اطلاعاتی به ملت‌های خودشون می‌دادند و خودشون هم آرزو داشتند که در دنیا حداقل با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیداری داشته باشند و خداوند این آرزوشون رو در شب معراج واسه اونها برآورده کرد. اما امت‌ها و علما و اندیشمندان و دانشمندان همه کتاب‌های آسمانی دنبال علامت‌هایی بودند که پیامبرانشون برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کرده بودند. این وقتی این علامت‌ها نزدیک به ظهور شد، این بود که بسیاری از یهودیان، قبایل مختلف یهود، چون که صفات شهری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون مستقر میشه رو در کتاب‌هاشون داشتن که اون صفات هم مطابق بود با مدینه منوره، اینها از کشورها و شهرهای خودشون کوچ کرده بودند، اومده بودند به مدینه منوره به این امید که پیامبر خاتم از بین اونها برانگیخته بشه. و همیشه هم اگر بین اونها و عربهای ساکن در مدینه منوره یک بگومگوهایی میشد، فوراً میگفتند که پیامبر خاتم میاد و ما با اون همراه میشیم و شما رو از بیخ و بن
بیخوبان میکنیم و مثل قوم عاد و ارم نیست و نابود میکنیم. و این هم البته باعث شد که عرب ها هم شوق زده بشن و در پی رسیدن به پیامبر باشند و وقتی پیامبر رو دیدند فوراً ایمان آوردن. و در قصه سلمان فارسی خودمون هم وقتی ایشان پیش راهبهای مختلفی در شهرهای مختلف رفت و نهایتاً رفت پیش یکی که در حموریه بود، وقتی که وقت موت این طرف رسید گفت که سلمان من بعد از خودم انسان با تقوا و درستکاری رو سراغ ندارم، اما علامت ها نشون میده که پیامبر خاتم در یک شهری با این مواصفات که در بین دو تا سنگلاخ شدید و در اونجا درخت های خرمایی هست در اونجا ظهور خواهد کرد. و حضرت سلمان فارسی هم اومدند و نهایتا در مدینه منوره مستقر شدند و در اونجا با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دیدارشون شد و اسلام آوردند. در قصه سفر ابو طالب به شام هم ما بحیره راهب رو داریم که به ابو طالب اشاره کرد که این پیامبر خاتم هست. در قصه هرقل هم ما اینو داریم که وقتی هرقل در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شنیدن گفتند که من میدونستم که پیامبر ظهور خواهد کرد، اما نمیدونستم که در بین شما عرب ها خواهد اومد و اگر من نزدش میبودم حتما پاهاشو میشستم. در بین یهود بنی قریظه هم یکی از علمای بسیار نامدار یهود اون زمان که ابن تیهان نام داشت، این ابی تیهان از شام اومده بود و در بین بنی قریظه زندگی میکرد به اون امید که بتونه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو ملاقات کنه، که البته قبل از اومدن پیامبر به 2 سال ایشون وفات کردند. در هنگام وفات به یهودیان گفتند که میدونید که من از سرزمین ناز و نعمت و نعمت‌های بزرگ و همه اینا اومدن در این سرزمین فقر و ناداری، واسه چی من اومدن؟ گفتن که شما بهتر میدونید. گفتن که من اومدم چون که اینجا جایی است که پیامبر خاتم به اینجا هجرت خواهند کرد و من به این امید اومده بودم که بتونم ایشون رو ببینم و ملاقاتشون کنم و به ایشون ایمان بیارم و متاسفانه الان ظاهرا من باید بمیرم، وقت مرگ من فرا رسیده و وقتی که این پیامبر اومد حتما و حتما بهش ایمان بیارید و به اونها توصیه ها کرد. اینها بخشی از اخباری است که در روایات های موثوق به ما رسیده در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مژده هایی که علما و اندیشمندان گذشته در مورد ایشان به ملت هاشان میدادند. علاوه بر مقدمات و پیش زمینه هایی که قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم توسط انبیاء گذشته و در کتاب‌های آسمانی گذشته در بین علمای ادیان آسمانی گذشته موجود بود، برای بسترسازی و فراهم کردن زمینه‌ای در پذیرش رسالت رسول صلی الله علیه و سلم از طرف پیروان مذاهب مختلف، از طرف پیروان ادیان مختلف و ملت‌های مختلف نیاز بود تا زمینه‌های نمونه‌های برای رسول صلی الله علیه و سلم فراهم بشه، پیش بیاد تا اون حضرت علیه السلام با وحی و با نزول وحی و نزول فرشته الهی مأنوس بشن و امور خارق العاده فراوانی رو که در مسیر داشتن برای اونها عجیب نباشه و به راحتی بتونن بپذیرن. یکی از این امور سلام سنگ هایی بود که در مسیر رسول صلی الله علیه و سلم در گشت و گذار در کوها و دشت ها اتفاق می افتاد. آن حضرت علیه السلام فرمودن من سنگی رو به خاطر دارم که هر وقت از کنارش گذر می کردم در مکه مکرمه به من سلام می کرد و می گفت السلام علیکی یا رسول الله. این یکی از اتفاقات عجیبی بود که برای رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق می افتاد. و در روایات دیگری وارد شده که حتی درختان هم به رسول صلی الله علیه و سلم سلام می کردند و بعضی از درختان حتی رسول صلی الله علیه و سلم رو سجده می کردن. اینها همه موارد و اتفاقات عجیب و خارق العاده ای بود که بستر و زمینه رو برای رسول صلی الله علیه و سلم فراهم می کرد تا اتفاقات عجیبتر و خارق العاده تری رو که در مسیر پیش روی داشتن به راحتی تحمل بکنن و هنگام نزول فرشته وحی و هنگام همسخن شدن با فرشتگان الهی این مسائل برایشون پیش زمینه آماده شده باشه و نترسند و حراسی
نداشته باشند. رشد فکری محمد جوان و لذتی که در عبادت و گوشنشینی بر او چیره می شد، فاصله او با خلایق را شدت می بخشید و باعث می شد روز بروز بر نگرانی هایش بر وضع جامعه خود افسوده گردد. عقاید و باورهای مشرکانه قومش او را بسیار آزار می داد. در این حال راه واقعی رسیدن به معبود یکتا نیز بر ایشان گنگ بود و هیچ راه کاری که بتواند ایشان را آرامش دهد پیش دیدگانش نمایان نبود. او هرگز احساس نمی کرد که شاید این پله های آزمونی باشد که خداوند او را برای آن آماده می ساخت. مسئولیت بدوش گرفتن امانت بس بزرگ، تغییر ساختار فکری بشریت و بنای نوین خط مشی تاریخ. این گوشه‌گیری که مدت 3 سال به صورت دوره‌های کوتاه مدت به طول انجامید، مقدمه‌ای بود برای انس دادن ایشان با روح خلقت و اندیشیدن در ماوراء آفرینش و نزدیکی با غیب پنهان تا در موعد معین با اجازه پروردگار عالم با آن غیب آشنا گردد. غار حرا در فاصله 4 کیلومتری با خانه خدا و در ارتفاع 634 متری کوه نور در شرق مکه مکرمه میزبان این مهمان عزیز الهی بود. این کوهی که مشاهده می‌کنید قسمت پشتی کوه نوره، همون کوهی که غار حرا بر بالای این صخره عظیم قرار گرفته. همونجوری که از شکل این صخره مشخصه، صعود بر این صخره، بالا رفتن از اون کار آسانی نیست. البته صعود بر این کوه فعلا از این سمت چپ بنده که می‌بینید از این قسمت انجام میشه و این صخره دور زده میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای پناه بردن از مشکلاتی که در مکه مکرمه وجود داشت و به خاطر اینکه دوست نداشتن بسیار از کارهای ناپسندی که در مکه مکرمه انجام میشد، می آمدن و در بالای این کوه در غار حرا به تفکر و تأمل و عبادت می پرداختن. مدت های زیادی اینجا می گذشت، شاید هفته، شاید بعضی وقتها به بیشتر از هفته، 2 هفته یا 3 هفته هم این تو این کار به طول می انجامید. در این زمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها می آمدن و برای همسر بزرگوارشون این مسیر رو طی می کردن و بالا می رفتن و برایشون غذا می بردن و آب می بردن و خودشون هم اونجا در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم از این فرصت برای ارتقای شخصیت خودشون، برای اطلاع آگاهی های خودشون، برای اینکه خودشون رو همراه بکنن با همسر بزرگوارشون استفاده می کردن. هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه در مکه مکرمه تشریف نداشتن، خدیجه کبری رضی الله عنها امور خانه رو سر و سامان می دادن و به بهترین وجه ممکن به خانه رسیدگی می کردن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز دغدغه‌ای از طرف خانه نداشته باشند. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها تلاش کرد تا برای رسول صلی الله علیه و سلم بستری فراهم بشه که از لحاظ مادی هیچ گونه احساس نیازی نداشته باشند، تا به فکر اصلاح جامعه باشند و قدم‌های اساسی خودشون رو در راه اصلاح جامعه بردارن. ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها در اون زمان‌هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای این کوه مشغول تفکر عبادت بودند، هرگز در مسیری که می‌آمدند و این ارتفاعی رو که بالا می رفتن و مشقتی رو که تحمل می کردن، هرگز رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ملامت نکردن، بلکه اینکه شما خانه و خانواده رو ول کردید، شما شهر و دیار رو ول کردید، اومدین اینجا بالای این کوه در این غار چه کار می کنین؟ چرا به فکر خانه نیستین؟ چرا به فکر زندگی نیستین؟ بلکه با حمایت، بلکه با درک و شناخت کاملی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، فرصت رو به بهترین وجه ممکن برایشون فراهم کردن تا اونجوری که دوست دارن استفاده بکنن.
العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين إنجا غار حراست در دو مایلی مکه مکرمه در قله کوه نور. اینجا جایی است که پس از 6 قرن انقطاع رابطه زمین و آسمان، جبریلی که 6 قرن پیش بر حضرت مسیح علیه السلام نازل شده بود، برای اولین بار بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اینجا آمد. آیات اولای قرآن کریم در اینجا بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شد. این غار شاهد رابطه مستقیم زمین و آسمان، رابطه‌ای که تا ابد پایان یافت، رابطه آخرین نبی این بشریت خاتم الانبیا حضرت مصطفی صلی الله علیه و سلم. این غار حکایت ها دارد، از مصطفی برای ما میگوید، از رابطه زمین و آسمان، از قرآن سخن میگوید. این غار غاری است که جای تقدس خاصی ندارد، جای عبادت خاصی نیست، جایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در آغوش می گرفت. این سنگ ها پیامبر خدا را در آغوش می گرفتند و با او هم راز می شدند برای شناخت پروردگار یکتا. اینجا مأمن و مأوای جوان مرد بزرگ مکه است. اینجا همون جایی است که بهترین، زیباترین، مهربانترین، فداکارترین، امانتدارترین جوان مکه لحظاتی رو در اینجا می‌گذروند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت، قبل از رسالت، در شهر مکه مکرمه در کنار کعبه وقتی که دلشون می‌گرفت، وقتی که ناراحت می شدن، وقتی که نمی تونستن شرک و کفر مشرکین مکه را تحمل بکنن، به این غار پناه می آوردن. اینجا آرامش می گرفتن، اینجا تجدید انرژی می کردن، اینجا به تفکر می پرداختن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این که به رسالت مبعوث بشن، در مکه مکرمه بهترین بودن. نمونه بارز در شرک، در کفر، هیچ شراکتی نداشتند. حتی گوسفندها، قربانیهایی که در کنار مکه، در کنار کعبه انجام میشد، از اونها استفاده نمیکردند. در مکه که شرابخوری رواج داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قطره شراب به کام مبارک نرسید. پیامبر بزرگواری که خود نمیدانست تا اون لحظه چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، میآمد و در این مکان استراحت میکرد. در این مکان به تفکر می پرداخت. در این مکان به دنبال راه حلی می گشت. در این مکان آرام می گرفت از مشکلاتی که در مکه مکرمه بود. محمد جوان 40 ساله مکه می آمد در شبهای تار و در تنهایی اینجا می نشست. از این سوراخ خانه خدا را نظارگر می شد. با خود می اندیشید چه شده است این قوم را؟ چه شده است این بشریت را؟ خدایش را گم کرده اند. چه شده است این بشریت را؟ خدایشان را گم کرده اند. در پی بت‌ها هستند. نمی دانند خالقشان کیست؟ آفریدگارشان کیست؟ و با خود می اندیشید. حتما این کوها، این آسمان، این ستارگان،
و این ملکوت را پروردگاری است. محمد هر چند گاه یک بار در اینجا می نشست و با خود می اندیشید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در 40 سال عمر مبارک در این مکان مشغول استراحت، مشغول تفکر، روز تا شب رو مشغول عبادتن، شبها تا صبح مشغول تفکرن، مشغول تأملند. مکه در یک شب، در رمضان 40 سال عمر مبارک رسول صلی الله علیه و سلم، شهر مکه در خواب فرو رفته. تمام موجودات، تمام جانداران در استراحتن. نه پرندهی بیدار است و نه خزندهی، نه انسانی بیدار و نه حیوانی. همه در خواب، کوه در خواب، دشت در خواب، سنگ ها در آرامشند، مکه در آرامش کامل، کعبه می ناله هنوز از بتهایی که درون کعبن، شرک کعبه رو فرا گرفته، ابراهیم بت شکن کعبه رو بنا کرد تا بت شکنی بکنه. امروز 40 سال رسول صلی الله علیه و سلم 360 بت در کعبه است. 40 کعبه منتظره تا مولود جدید، تا منجی کعبه رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکتش رو شروع بکنه. از اینجا باید حرکت شروع بشه. اینجا حلقه اتصال زمین و آسمانه. اینجا همون جایی که زمین چشم انتظار بود 600 سال بعد از عیسی مسیح علیه السلام تا جبرئیل امین بار دیگر به زمین بیاد و بار دیگر شروع بکنه آیات جدید الله متعال رو. اینجا همون جایی که الله تعالی برای نزول اولین آیات کلام الله مجید در نظر گرفته بود. در اون شب، در اون شب آرام، تمام مکه در خواب فرو رفتن، اما اهل آسمان بیدارن، اما فرشتگان چشم انتظارن. امروز امین آسمان به امین زمین بشارت میده. امروز جبرئیل امین در آسمان، بزرگ فرشته الله متعال، آماده است تا بزرگترین کتاب آسمانی رو، تا بزرگترین رسالت دنیا رو به بزرگترین پیامبر زمین برسونه. در آسمان غوغایی برپاست. امروز روز نزول قرآن کریمه. امشب باید اولین آیات نور در کوه نور، در غار حرا، بر پیامبر نور نازل بشه. در 21 رمضان و در بعضی روایات در 27 رمضان سال 610 میلادی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در اینجا نشسته بود. در اینجا یا در اینجا به ناگاه مردی از این سو پدیدار شد. حال مردی بیاید اینجا چندان عجیب نیست، اما عجیب این است که این مرد بدون مقدمه، بدون سلام و کلامی آمد و محمد برخاست و در اینجا ایستاد. آن مرد آمد و گفت اقرا، بخوان. محمد خواندن بلد نبود. گفت ما انا بقاره، من خوندن بلد نیستم. آن مرد آمد و محمد را در آغوش گرفت و سخت فشرد. پیامبر میگوید آنقدر مرا فشار داد که گویا نفسم از کالبدم خواست بیرون آید. باز مرا رها کرد و گفت اقرا، بخوان. باز محمد گفت ما انا بقارئ، من خواندن بلد نیستم. باز او را در آغوش گرفت و سخت فشرد. محمد میگوید نفسم خواست از کالبدم برآید، پس مرا رها کرد. باز گفت اقرا، بخوان. گفت من خواندن بلد نیستم. باز آن مرد محمد مصطفی را سخت فشرد تا جایی که نفسش خواست از کالبدش برآید. در همین مکان بزرگترین فرشته تاریخ، بزرگترین فرشته عالم، بزرگترین پیامبر تاریخ رو در آغوش گرفته. دو امین در آغوش هم، بخوان. الله ناظر، فرشتگان ناظرن. این سنگ ها، این سنگ، این زمین ناظر بزرگترین حادثه تاریخه، بزرگترین اتفاقی که در عالم افتاده. نزول قرآن مجید، قرآن برای نجات کعبه آمده، قرآن برای نجات بشر آمده، قرآن برای نجات زمین آمده. اولین
آیه قرآن، اولین پیام قرآن برای محمد خواندن بود. این دین، دین خواندن است، دینی که خواندن و راهش است برای رسیدن به پروردگار یکتا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق اقرا و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت از راه خواندن تو را به کرم خود نزدیک می کند. راه خواندن راه رسیدن به کرم الهی است. آنان که بیش خواندند بیش خدایشان را دریافتند و از خواندن به خدایشان رسیدند. یکی از انواع وحی بر پیامبران خواب انبیای الهی بود. انبیا خواب اونها وحی به اونها بود، همان گونه که قرآن کریم درباره داستان ذبح اسماعیل علیه السلام از زبان ابراهیم علیه السلام فرمود: انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم، پسر من اسماعیل ببین که نظر تو چیه. یکی از اقسام وحی خواب انبیای الهی است که خواب اونها از اونجایی که شیطان در خواب اونها دخل و تصرفی نداشت وحی الهی محسوب میشد. یکی دیگر از اقسام این وحی
الهامی بود که فرشته الله تعالی در قلب پیامبران مینمود، مانند فرمایش رسول صلی الله علیه و سلم که جبرئیل علیه السلام می آمد و در قلب من اعلام مینمود که هیچ کسی نمی میرد مگر اینکه آن رزقی رو که الله تعالی برای اون تعیین کرده استفاده بکنه. پس از الله تعالی بترسید و در طلب خودتون به زیباترین وجه ممکن طلب بکنید. یکی دیگر از اقسام وحی این گونه بود که پیامبر الهی به صورت مستقیم با الله تعالی سخن میگفت، همان گونه که موسی علیه السلام بدون واسطه با الله تعالی سخن گفت و به تکلم مشغول شد. یکی دیگر از اقسام وحی به پیامبران الهی این گونه بود که فرشته رو به صورت ملکی خودش میدیدند، همان جوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی این کوه در غار حرا و در مسیر غار حرا جبرئیل امین علیه السلام رو به اون شکل اصلی مشاهده کردند و همچنین در شب معراج هم این اتفاق برای رسول صلی الله علیه و سلم تکرار شد. یکی دیگر از اقسام وحی این گونه بود که فرشته وحی به صورت انسانی می آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا دیگر انبیا او را مشاهده می کردند. این شکل وحی همون شکلیه که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم هم می تونستن که فرشته الهی رو مشاهده بکنن. یکی دیگر از اقسام وحی این گونه بود که فرشته خود ظاهر نمی شد اما کلامی رو که از طرف الله تعالی به انبیای الهی میرسون، مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به صورت صدای زنگی به رسول صلی الله علیه و سلم منتقل میشد که این سخت‌ترین نوع وحی بود به فرموده خود رسول صلی الله علیه و سلم. انه الخلق العظیم المجتبى وهو مشكات الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليتنا كنا فداء الدمع الذي ساح من عيني جل المرسلين غاب عن أنظاره أحبابه بل ووارى التربة أهلا وبنين صابرا يهجى ويوذى بينما قلبه يكوى لحال الآخرين إذ يرى أصحابه ألما وهم في مكابدة الجراح معذبين من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود محمد في ابتهالات المآذين والحنين في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله
على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله. Oh,